قانع صاحب مخکې تاسو دوه خبرې وکړلې چې یعنې دا کار د نظم او د قانون د حاکمیت په خاطر باندې نه بلکې یو انتخاباتي کمپاین دی. خلک به لکه اوس چې فیسبوک کې زر کلان شو ولسم شو دا قصې روانې دي او بل پاقت کې د محلي نظم لري کول او د هغه په ځای د داعش نظم راوستل یا دا خبره څنګه یعنی د دې په ضعیف کولو باندې څنګه کېدای شي چې داعش راشي؟ دا خبره په کوم اساس کوي؟ ګوره جناب ځواک سي زه به یو خبره ته وکړم. ښه په دغه ننګرهار کې تاسو پیژنئ ګوره هلته به خوږیاڼي ساپي شینواري جبارخیل سیدي احمد زوی یو برخه ده. په سراتیر سه دغه سي هسک مینه کې د شینوارو ځینې قبایل به تاسو ته معلوم وي خو ته به دغه پورې آن تر منډړو تر دغه پورې به دا ځې هغه سي شاړي دي دغه دي دا قومونه ټول یو شناخت غواړي که نه د په دې کې دغه ده اوس له ننګرهار څخه د څوک مشاور راایستلی ده له ځان سره یې ودرولې ده. هغه څوک چې په قوم کې لوی شوی و پلار و نیکه یې په قوم کې لوی شوی و قوم یې پېژندی هغه یې راویستی صاحب منه جنګ سالار په نامه دا د بل په نامه دا رد د هغه رد هغه رد هغه رد پکت یو یو دغه سي د ټوله د ننګرهار اداره اوس داسې ځوانان ته راکړي چې اقلا قومي بیز نه لري قوم نه پیژني بل خلکو کې نشته دی په ولس کې نشته له ولس ریښې نه دي راپورته شوي مثلا داسې بیز ته وایم زه بکنه غواړم زه احمد زه یم سلیمان خیل یم که په دې ټوله مزو سلیمان خیلو کې لاس نه پاره د ترای ورکړي داسې موږ تاسو د قوم ته نغدر کوو بالکل همدغه د مزو سلیمان خیلو په درق باندې تر ټولو قوي سپینګری دغه د مثلا دغه د مساخیل کوچای نیم کوچای د پخپله باندې به تاسو دې ته مور کوي دا په افغانستان نه پیږي د دې د خپل سپینه ګیره راتوي چې د خدای لپاره دا په افغانستان نه پیږي له یو بل دنیا راغلی د سمندرونو راغلی د ورور د کی د کونړ اوبه بیا یې بالا مرغاب ته د بالا مرغاب پر اوبه نشته دا مهمه خبره ده قانع صاحب نو یعنی د چې څکې دغه نتایج د دې چې دا نه کوي ګوره دا نه ده د سیاد قوم یا د افغانستان د افغانستان د ادارې له ادرس د افغانستان د مامور ده د ته پروپوزل سره کیږي دا وکړه د کوي بالا دې ته نه ګوري چې د عواقب شي دي د دې دغه شي دي د دې تصمیم د اشرف غنی نه ده د بهرانیانو د کوم چې دا د پکت یو دیکتاتور دی دغه د پکت یو د تور کار شوی کمانډا ده او د کمانډا پرته لدی چې دلته د افغان سي خپل ذهن ته کار واچي سیاره وزبک یو قوم ده په پاریاب کې پروت ده په قیصار کې پروت ده په جوزجان کې پروت ده دا وزبک قوم سپینګیر لري دا علما لري دا دود لري دا دستور لري دا دسترخوان لري دا یو اهمیت لري کې نه لري په قطره ولري لغه ځکه چې دغه ورکول دي ته نه ګوري چې وزبکان مطالعه کوم د وزبکان به شری دغه سیکالوجي مطالعه کوم د افغانستان یو قوم د زمستو چې افغانستان به غیر وزبک څخه نه ګړی ده د افغانستان داسې دغه داسې خیر خبره ټول خلک دلته چې اوسېږي بالکل اته زه دوستم نه تر ټولو زیات نفرت کوم اما دا هم وایم چې دوستم بدل نه په ازبکو کې نهست زه کرکه ځینې کوم زه دوستم ته په څار څه لیکن دا هم منم چې د دوستم بدل په افغانستان کې بل څوک یعنې د ازبکو په سطحه باندې دغه د ازبکو دا د ازبکو شل دبی دي که دېرش دبی دي بل انجن یې نه شي کشولی پرته له دوستانو ما سوه دغه د ډبی سي یا د واګونونه سي دي نو دا ولې کوي مخکې تاسو د داعش قصه وکړله زه ورته وایم دغه بل څوک چې ورته وایي د داعش د قوي کولو خبره ده بالکل زه د یا بس کارت ګل د هاین مشوره ورکړي سي د مشاور ده یا بل بل زای څخه دغه راغلي یا بل انګلستان څخه د سترو ترغلي یا بل المان څخه د سترو ترغلي د نه د ذهنیت ته څوک افغاني په خپل لاس باندې د خپل ټولنه راځي نه به ثبات کوي په خپل لاس باندې د خپل ټولنه داسې د علاقت کاندې تناشي یو څوک سلیکټ لګا پاند اخارجی سی حکم ورته دا وایي چې زه به سباتینه او باسه مزورداران او باسه مزور د کوم دي خلای له پاره د زورداران خو داس خبر نه ده د زورداران خو دلته په مرکز کې معاملې مور سره کوي د اقتدار په سرچینه کې معاملې مور سره کوي دلته پر دغه باندې معاملې مور سره کوي د زور وکان او تو ورته زبر د مشاورین در وخم تر اوسه تر 15 زیات مشاورین د کړی د ټاکلې د مشاورین څوک دا د سیاسي مصلحت په خاطر باندې یو نیم لک روپۍ دوه لک افغانۍ د ټولو ترکیې د میاشتې یعنی تقریبا په تر سلو میلیونو افغانۍ زیاتې دی دغه ترکیې د زورواکانو جنګ سالارانو ته دغه زورواکانو ته د قلدرانو ته دغه دا په دې کابل کې ورته پراتی نو ټوک دی دا د قلدران چاغي که قلدران له منځه وړي
فهم دغه کابل کې تساتلی دغه دغه سل میلیونه دغه سل میلیونه افغانۍ سي اقلا د پسوبات باندې لګولي وای په شمال کې وس بیا رزلت لغنه زیات وای دا قومي مشران ملته دغه کړی وای په سیمو کې ګمارلی وای دا د قیصار مشران دا د جرقدوک مشران دا د تمتاق مشران دا د ترکمنو مشران دا د وزبکو مشران دغه د عربو مشران دا ټول کړی وای خپل ټولنه با ثبات کوي تاسو به مشوره راکړي په دې سیمه کې راکړي په دې سیم په حالاتو خبرې نه په کابل کې زما شاویر نه په کار دا مې نمبر دی او دغه مې دغه کرسۍ ده ته په پنجشنبه په لسو بجو دوه څخه تر یوولسو بجو پورې یو پاوله ما سره په ټلیفون خبرې کولی شئ دلته معاش درته رالیږمه کور ته دي که د سمه مشوره نه درکړم معاش بیا نه سم درکولی زه په کټ د دې په خاطر معاش درکوم چې ته په سیمه کې پروت یې سیمه وینې د سیمې غریب د سیمې بېوسي د سیمې درد د سیمې لوږه د سیمې پخیلوڅه حالت دا ټول وی دي او ما ته مشوره را کول لسیم څه را کوه د قومي مشر بیا ټاکلې وای په دغه جر پدک کی په یتم تاق کی په قیصار کی په ټونکوټ کی په سراتیر څه په کروم سارباخ کی لاغز اسخه به لیو سپینګی دي څه لیو قومي مشر څه هغه سی واکن په خلکو کې نه پوز درلو دی هغه سی واکن په خلکو کې اما غنسته دلته سونه پارلندګر یا ما کان په خیرخانه کې جن درخسی یا دې شراب وبوتل په بغل کې سره من دغه تروان وي درلمان تروان وي یا لاغه زای راځي د خدای او د قران روی د رب روی د عزت توام یعنی تاسو به بيخي د غران دي زه د انتخاباته د کمیسیون په لومړي لیست کې راځم یو لک پنځو زر نفر ما په دغه کې په اجتماعي شبکو کې درکې تعقیبي په لور سره سره پته لاغه څخه د غنی درې برابر د غنی د وزن درې برابر درې برابر مقالې ما په یو کال کې تقریبا په د افغاني مطبوعاتو کې چاپ کړې یعنی دا غنی ور سره تلمه دا غنی ور سره او هر مقاله می تقریبا تب 2000 او 3000 لایک زیات لري د خلکو له خاصه زد زر تذکری دی خدای روی د نسم ټول ولای او د قران روی دی او تل سکلن حلق زر تذکری ټول کړی دی ور کړی دی ته خدای تاسو ته قضاوت په عدالت هغه څه ویل دلسی یا د ټولن سره دار کم برخورد کی لټولن سره دار کم برخورد کی دا ټولن نړنده د او زه یو خارجي ماموریت نه د اقتدار لدی ټولن اخستې د نل دی اقتدار لدی ټولن ښاخمه خارجی ماموریت په اساس راغلی خارجی ماموریت سب تر سوم او پنځه کال مینور خارجان په دې ملت باندې یعنی دا خارجی ماموریت ده دا څه روان دي دا خارجی ماموریت ده مولوی صاحب چند روز پیش آقای ضیا مسعود هم این مسئله را یاد کرد که بیشتر قماندانای داعش و طالب اعضای جمعیت و جنبش سابقه است که ناراض شدن آیا ناراض شدن و خلق کردن چنین وضعیت واقعا رای دیگه ندارن مجبور میشن که به داعش و طالب بپیوندن چگونه سیگم اگون اگون شرایط میه که سر آدم انسان باید دمو شرایط زنده ماندن خود بر بالای مرگ خود ترجیح میته خب داعش نشه طالب نشه بیا زندان اشرف غنی را قبول بکنه یا مرگ مجبور قبول بکنه این گپ واضح و آشکار است ما در جواب یعنی سم... یعنی ای کاری که جدی یعنی فقط به می خاطر ما... است که مردم مجبور شون بله بله برن به داعش یعنی ما توجیه غلط نکنیم گپ احمد ضیا مسعود گپ به جای است میایم در جواب سوال شما ما پیش از اینکه در جواب شما بیایم ما یک چند نکته را توضیح را سر گپای انصاری صاحب دارم اگر یک نکته می است که اگر جنرال دوستم جنایتکار است ملائکه در افغانستان کیست عادل کیست یک مثلا نه جنرال دوستم جنایت نکرده در طول تاریخ جنایت جنرال ملک کرده جنایت اینمی احمد ایشچی کرده دشمن پشتون قاتل پشتون جنرال ملک بوده احمد ایشچی بوده که امروز با تیم ارک به اینمی پاشست و اینمی مردم بکار است اینمی فتح الله قیصاری وار آدم جنرال دوستم صدای ملتش حامی مردم حامی ملت بوده مسئله دوم در ارتباط نظام الدین قیصاری گرچن از لحاظ موقف حکومتی چون که غلام نیست نظام الدین قیصاری قماندان امنی یک ولسوالی است لیکن از لحاظ جایگاه مردمی به خاطر یک قماندان امنی قیصار چرا 10000 نفر در تخار روی سرکا می برای مرگ به اشرف غنی دیوانه به خائن ملی گفته شعار میده نظام الدین قیصاری رها شود چرا در بلخ به خاطر از او ده ها هزار نفر می برای تظاهرات میکنه چرا در جوزجان پاریا به بگذارین چرا در سمنگان چرا در انخوی چرا به خاطر از او بندر آقینه بند میشه چرا به خاطر از او رای ترانزیتی سمنگان و کابل قطع میشه نه موقف مردمی نظام الدین قیصاری بلند است
نظام الدین قیصری در جای در قلب علمای خود، در قلب مردم خود، ملت عوام خود جای داره. همچنان که ملتش دوستم را دوست داره، اما فرزندای صادق دوستم را هم دوست داره. این مسئله را ما باید در نظر بگیریم. توقع ما از تمام مدنیت خواهای ما، فعالین مدنی ما ایست که افغانستان را به یک جهت سمت و سو بته که افغانستان به طرف آبادی بره. گیریم که جنرال دوستم جنایت کرده، اشتباه کرده، پس چرا دکتر سیب اشرف خانی اشتباه میکنه؟ اگر به خاطر ما به قضیه تاریخی بر بگردیم، به خاطر سقوط دکتر نجیب دوستم گیریم که همین کار کرده باشه، پس چرا این آیا جنرال به حاشیه بردن گوش کنین یک لحظه به خاطر انتقام گرفتن از جنرال دوستم که همین انتقام دیری نگرفته شوه، ایرا برده به حاشیه به ترکیه به سر میبره؟ نه، نباید دکتر سیب اشرف خانی خویشتنداری میکرد، خودگذری میکرد. جنرال دوستم به وقت رای دادن، به وقت انتخابات شخصیت ملی بود، جنرال بود، آدم مطرح شد. وقتی که رایش را گرفتن، ملتش را بازی دادن، فریب دادن، امروز جنرال دوستم بد شد. اگر بیاین ما به طرف ساختن یک افغانستان بریم، افغانستان خانه مجاهد هم است، خانه کمونیست هم است. افغانستان خانه اینمو جاسوسی که به غرب وابسته است، خانه اونا هم است. جاسوسی که به شرق وابسته است، خانه اونا هم است. خانه ما عالم هم است، خانه شما خبرنگار هم است. خانه یعنی ما دیدیم تجربه جاسوس شدن و غلام شدن ندیدیم. بیاین ما یه شعاری را پیدا بکنیم که با اتحاد خود، با وحدت خود فکر بکنیم که بسیج شده به خاطر آبادی حرکت بکنیم. بگیریم که جنرال دوستم در شمال نباشه، استادتا نباشه، حاج محمد محقق نباشه، نظام قیصری نباشه، بدیل از این کیست؟ او مردم خاتمه رو اشرف غنی و استانگزای قبول نمیکنه. اونجا طالب باشه، دایش باشه، ایشچی باشه، فتح‌الله قیصری باشه، حکومت کجا؟ حکومت نیست. حکومت کجاست؟ حکومت باشه، مردم کابل به انتحار و انفجار از بین میره. حکومت باشه، امروز ده ها هزار نفر تخار بلند میشه که مرگ به اشرف غنی میگه. به اشرف غنی دیگه چه آبرویی مونده؟ شما شاهد این روز باشین که اگر اشرف غنی در ولایت های شمال سفر بکنه، مردم شمال اشرف غنی را تیارش به نشستن شاید نمونه به میدان هوایی های شمال. این کار در افغانستان شده نیست. نه، افغانستان با این جور نمیشه. اگر کدام برنامه های خارجی است، دستورات خارجی است، میخواه ایره اجرا بکنه، هم در تاریخ خود برنامه میکنه قوم خود. تحلیل شما چیست؟ تحلیل یعنی ما... شما دینجا هم از انتقام تاریخی گفت زدن که جنرال دوستم از اون انتقام گرفته میشه، لیکن بحث های دیگه هم وجود داره. قبلا قانه سب مسئله دایش و دایش سازی رو دینجا مطرح کرد. دینجا یعنی مصبای شخصیست و یا مسئله دایش سازی است؟ چی گپ جریان داره؟ همین گپ همین جا است که گپ واقعی همین جا است که کسی که دمی وطن در برابر غرب، در برابر امریکایی ها تسلیم نباشه، یا او کشته شوه باید، یا در زندان بره، یا یک ترور سیاسی شوه، شخصیتش کشته شوه، یا از این وطن تبعید شوه، در یک جای دیگه زندگی بکنه. گپ اصلی نمیست در این وطن. ما ایره به خاطر از این میگیم، اینمی انتقادا را بر بالای اشرف غنی میگیم. ما به اشرف غنی رای دادیم، ملت ما رای داده. ای کاش مثل که در روز عید در خانه کرزی صاحب داخل شد دکتر صاحب اشرف غنی، بیا در خانه جنرال دوستم هم داخل شو، بره در خانه ظاهر قدیر هم داخل شو، بره در خانه استاد سیاف هم داخل شو. همه تیف های افغانستان خواستایش در نظر بگیره. ما یک عالم ایره قناعت میکنیم، میگیم که در افغانستان ما از فکر بر اومدیم که افغانستان خانه تمام افغان ها باشه، خانه کمونیستش هم باشه، خانه مجاهدش هم باشه، خانه اخوانیش هم باشه، خانه مسلمانش هم باشه. چرا دکتر اشرف غنی مدیریت نداره، این ظرفیت نداره که همه را در افغانستان نگاه بکنه؟ تجارای ما مجبور است که امروز از افغانستان بگریزه. جامعه مدنی ما بیراکا را در گردن خود اوزان کرده، امروز در روی سرکا میبره به اشرف غنی و به نظامش مرگ میگه، پشت کرده از نظام، مردم از نظام فاصله گرفته. عزیز یاد دیگه چه کار بکنه؟ آیا برنامه‌اش ما اینطور وضعیت اینطور برداشت میکنیم که اگر استاد سیاف نباشه، اگر کرزی صاحب نباشه، اگر بزرگای ما نباشه، ممکن افغانستان به تجزیه بره؟ حالا آقای نقیب الله فائق من حیث والی فرستادن، این تاثیر مثبت خواهد کرد به کنترل وضعیت یا نه؟ شاید این هم یک بخش از برنامه‌های ارگ باشه که یا به خاطر بیدار کردن مردم، یا به خاطر خاموش ساختن مردم در ولایت‌های شمال، خصوصا در پاریاب، این کار را در نظر گرفته باشه. چرا چند روز پیش
پای کاروان نمیکرد. چرا چند روز پیش کمیسیون و هیئت نمیره به فاریاب؟ جنجال نبود. خب نه، یعنی گپ اینجا است که ایرا زمان ثابت میکنه که مثلا فایق ملت خود، مردم خود قناعت داده میتونه. جنرال اینمی فایق جنرال دوستم به مسعت رسان که جنرال دوستم فایق کسی بود؟ فایق هم میشناسم. یک وقت فایق در مسئله انتخابات پس مانده بود، فایق گریان میکرد، جنرال دوستم ایرا گرفت رئیس جنبش جوانای خود تعیین کرد و فایق از این آدرس آمد به چوکی موقف حکومتی. پس این به زمان برمیگرده، به فایق برمیگرده. به تنها فایق نیست، رئیس جمهور با پسر جنرال صاحب دوستم آقای باتور دوستم هم رابطه خوب داره، با هم یک جای سفر میکنن میرن میان. نه، دکتر صاحب اشرف خانی با پسر جنرال دوستم با دوستم روابط خوب نداره. این حوصله دوستم است، این صبر دوستم است که باز هم به خاطر اشتباهات گذشته تکرار نشه، افغانستان بازم به طرف بحران نره، تجزیه نره، تفنگ سالاری و جنگ سالاری نشه. یعنی ملت مظلوم پشتون، ملت مظلوم ازبک، تاجک، هزاره قتل عام نشه. صبر و حوصله کرده که اینمی روابطه را مثل موتروان و ترافیک نگاه کرده. روابط جنرال دوستم یا بچه جنرال دوستم با اشرف غنی اینطور است که اشرف غنی ترافیک شده، اینا موتروان شده، اینا ترافیک شده، اشرف غنی موتروان شده. ای از قلب نیست، از برادری نیست، از صداقت نیست، فریب دادن از فریب دادن هست. نه، ما میخواهیم که اینمی روابط ها قلبی باشه. یکی خود فریب میتن، یعنی وقتی که اشرف غنی استعداد داره فریب بده. ما ملت می بیدار را داریم که در برابر اشرف غنی استاد شویم. اگر نظام قیصری جنرال دوستم مجرم است، بیایم ما محکمه عادلانه در افغانستان دایر شود. هر مجرمی که در افغانستان جرم کرده ولو که ما باشم اینجا ما که چرا مشاید. مردم مظاهره میکنن خونه مردم به خاطر از این مظاهره میکنن آوردن اون را که ما که ما شون دیگه. نه، مردم به خاطر از این مظاهره میکنه که سرنوشت جنرال دوستم معلوم شوه، جنرال دوستم به کشور بر بگرده. اگر جنرال دوستم آدم خوب است، جنرال دوستم ملت داره، اوخا داره، باید در موقف خود از جایگاه حقوقی خود برخوردار باشه. ملت به خاطر از این مظاهره میکنه که سرنوشت نظام قیصری مشخص شود. ملت به خاطر از این مظاهره میکنه که استبداد و انحصار طلبی و خودخواهی بیجا، برتر طلبی بیجا از افغانستان ختم شود، عدالت اجتماعی بیاید. چرا اینمی ملت؟ اینمی ملت در دوران کرزای سیبم بود، اینمی ملت در دوران حکومت های گذشته هم بود. درست در سرکا برآمدن مظاهره کردن، اما مرگ به کرزای نگفت، مرگ به تیم کرزای نگفت. خب. این استعداد باید دکتر صاحب اشرف غنی پیدا بکنه که اینمی ملتی که بهش رای داده، به دکتر صاحب اشرف غنی رای داده، عکسایش سر سینه خود چسبانده بود، در سرای خود چسبانده بود، چرا این ملت امروز برآمده به دکتر صاحب اشرف غنی مرگ میگه؟ تشکر. انصاری صاحب، داد حکومت سهو غلطیگان نادرست مدیریت و دغوری خبری دیو کنه سوچ خانه سه ویلی چه دا اصلا ددی تسلیمیم نده قیصری سره سکیگی، دوستم سره سکیگی، شمال که دست قصه روانه ده دا اصلا دقا لوی لو بده ده لوی رقابت برخه ده چه شمال باید بیام نشی و دقا ده پر زمین سازی وشی. ستاسو تحلیل سده دا خبره ده و که ناله کسی که چه حکومت وی چه نه نظم جوڑوانه ده و ده زوروکان و لرکوانه ده. پس هل که ده لوی لو بی برخی دی دقا ما مخکې اشاره وکړه چې د جنرال دوستم راوستلم د دغه سیوی لوی چټلې لوبې دپاره ترسره شو، د اشرف غنی د راتګ دپاره، د اشرف غنی د تحمیل دپاره، د افغانستان د ملت په سرنوشت او د ده د ټیم چې په هغې کې ډېر پراخ جنایتکاران حضور لري، تر قیصری ډېر لوی جنایتکاران پکې شته او داسې خلک پکې شته چې باور وکړي شیطان به ترې پناه غواړي. زه ډېر متاسف یم د ځینو هغو دوستانو په تحلیل او څرګندونو چې د جنرال دوستم دپاره د اله العالمین په وړاندې ودرېږي، د پیغمبري سنت لحیې مبارکې لاندې او د پیغمبري امامې لاندې. لازال خدای جلاله شانهو فرمایي چې خمر او میسر د شیطان عمل دی. فاستنی انصاری صاحب، انصاری صاحب زموږ بحث اوس په شخصیتونو باندې که بحث کوو
خبره کوم نه نه مسله زاده چې ګوره مونږ چې بس کو حقایق وي باید نه نه بخنه ورم انساني زمونږه بس بخنه ورم حقایق د دې چې حقایق ډیر حقایق د تشته د شخصیتونو باندې خبره شروع کو خو ډیر شخصیتونه دي چې خبر درته اشخاص د دغه 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 سچ روان دي د دې اصلي هدف باندې بس کو زوان میکنیم قاتل قاتل بد است نه قاتل بد است خمر و میسر بد است کدامش بد است عمل شیطان نه انصاری صاحب بخنه غلم دا بس شما میاین از یک قاتل ما میکنین پس چرا نه کی از کدامش حمایت کردیم ما چیزی که در افغانستان هیچ کس ملائکه نیست اگر مسئله این ملائکه نیست ما گفتم که در برابر ملت افغانستان غداری هایی که اشرف غنی کرده و میکنه هیچ کسی نکرده کرده است ملائکه است مشاجره سیاب ملائکه است مسیاب ملائکه است نریم بده ما مشاجره نداریم با مشاجره میکنیم عالم بزرگوار نه به شما حسن تو خبر عالم مدنی نه ما فعال مدنی به رهبر یک قوم به کلان یک قوم به مصفید یک قوم شما انصاری صاحب لطفا خبر بدهید انصاری صاحب ببینید باید به اخلاق جنایت کارا بزنید به شما مناسب نیست که الله العالمین فرموده از او باید شما بالا بروازم ما چیزی که سعی کنیم از آدرس دین از آدرس عالم دین از آدرس اساس دین با اساس دین با اساس دین با آدرس دین با آدرس دین با آدرس مجبوریم که بس خاطر مسئلاتای کشور از که تاسو بس بل خاطر لار بخیر بس موضوع یو شاید تاسو بل یعنی دا خبره دا یو چاپ شخصیت بل نو کلاچی دا هر حکومت چاری دا حکمت نپورته شي د اخلاقی حکمت نه د اداري حکمت نه د رهبری او د مدیریت د حکمت نه هل تا دغه سچاري او مشکلات راځي تاسو مونږه بس د اصلي لوبه باندې د اساسي امري لوبه ته نو شخصیتونه باندې بس مونږه حساسیت هم دلته ده د مسلې حساسیت هم دلته ده چې د تر ټولو نورمونو کاغه حکومتي او دولتي نورمونه دي کاغه قانوني نورمونه دي کاغه اخلاقي فکري او سياسي نورمونه دي تر ټولو لواله بلند پروازي شوي د دې حکومت په جوړول کې د دې حکومت په چارو کې او دلته غیر مرئي او مرئي اداري دي جاسوسخاني دي جاسوسان دي چې د افغانستان د ملت سرنوشت په منګولو کې اخیسته او دای هم د اشرف غني د منګولو نه تر لاسه کړي چې هغه اوس خود مختار نه دی په خپل واک نه دی او د افغانستان د خلکو سره چې کوم جمعنی د عادلانه نظام لار کتاب کې کړی وي کوم چې د تحول او تداوم د منشور په نوم کړی وي او کوم چې ډاکټر عبد الله د خپل اصلاحات او همګرای په برخه کې کړی هیڅ پرمختګ ونه شو نو په لحاظ موږ وایو چې سرنوشت باید د افغانستان د سیلو خلکو کاغذ موږ د ازبکو د اصیل قوم استازیوي کاغذ موږ د پښتنو وي کاغذ د احمدزیو وي کاغذ د نورو قومونو وي که د تاجکو او د ترکمنو او د پشهیي او نورستاني وي د بهترینو خلکو په لاس باید د افغانستان سرنوشت لکه څنګه چې لهالعالمین فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها بېشکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ د اوسبکو درانه قوم او مشرانو ته د دغه مولوی صاحب پلاس پیغام ورکوم چې د الله العالمین دغه فرمان باندې عمل وکړي او د ټول اقوام او ټول افغانانو ته چې اصیل او با ایمان او اهل آدم کفایت با کفایت با درایت آدم جنرال دوستم است ما پای ته رسیدو تراتون کې بحث پورم په خدا سپارم الله مو ملشه